صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدنا الغريب هو مولانا المظلوم شهيد كربلاء، السلام عليك وعلى جميع المستشهدين بين يديك، خصوصا أخيك بالفضل العباس وأختك الحوراء زينب، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چسون روز و شب چرا از غم، کدام غم؟ غم سلطان کربلا. ارث الحسین بر حسین مرثیه بخوان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان. السلام على المهدي وعلى آبائه، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما حسینیان عالم و امیدوارم هر جای این کره خاکی که هستید اوقات ایام به کامتون بوده باشد، تحت ظل عنایات مقام
بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف ان شاء الله. هر روز اگر ملاحظه کرده باشید، هر روز بنده این دعا را دارم، هر روز برای همگان همین را خواسته ایم. شما هم زبان در دهان بگردانید. در دعا کردن دستور چنین است که حرک شفتک، لبها را به حرکت در، یعنی اشاره به این است که دعا را به زبان جاری کنید، به لب بخوانید، بگویید، و این اثراتی دارد ان شاء الله چنین باشد. شما هم بخواهید از حضرت حق جل و علا که تمام امور زندگی ما را تحت عنایات مقام بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف در بیاورد و حضرتش نظر خاصه و نظر رحمت به ما کند ان شاء الله، و می کند. از باب قاعده لطف، مقام بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف این گونه نیستند که کسی که یاد و ذکر و خاطره اش همیشه با آقا ابی عبدالله، با کربلای سید الشهدا روح الله الفدا هستش، از نظر خودشون برانند. قطعا این گونه نیست و حضرت مد نظر میگیرن، توجه شما را به ساحت مقدس ابی عبدالله روح الله الفدا را حتما حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف ملاحظه میکنند. خب وارد بحث شیم. بحث ما راجع به خطبه آقا سید الشهدا روح الله الفدا هستش روز عاشورا، که گفتیم بعضی گفتن خطبه آخر آقا ابی عبدالله بوده از خطبه دوم سید الشهدا روح الله الفدا، و اون گونه که در اسلوب خطبه خانی هست پس از آن سید الشهدا خطبه ای نخوند، ولی کلمات و عباراتی دارن، جملاتی دارن، و اینها رو انشالله اشاره خواهیم کرد در طول بحثمون و در ایام آینده انشاءالله. نکته ای را باید عرض کنم. الان صاحب کتابی که ما در خدمتش هستیم، مرحوم شیخ عباس قمی، به نکته ای اشاره می کنند که احتیاج دارد من یه مقدمه خدمت شما عرض کنم. یعنی این مطلبی که قرار است بخوانیم خالی از این مقدمه لطف کمتری دارد، با این مقدمه انشاءالله لطف بیشتری دارد، و آن این است که الفضل ما شهدت به الاعداء، گفتند در امثله هم آمده است که فضیلت آن است که حتی دشمن هم به آن اقرار دارد. یعنی اگر میخوای بدانی چه کسی صاحب فضل حقیقی است، ببین دشمنان او هم در این فضلش اقراری دارن یا نه. وقتی دشمن اقرار به فضل میکند، معلوم میشود این فضل فضل حقیقی است که همگان آن را شناختند، حتی کسانی که باطن کور دارند. و این نکته باعث نمیشه آن کسی که مد گفته است، آن کسی که فضیلت را نقل کرده است، اهل خیر و صلاح بوده باشد. نکته ای که گاهن بعضی ها را به انحراف میکشد، وقتی میشنویم فلان کس که مخالف حضرات اهل بیت است نکته ای گفته است در فضائل حضرت سید الشهدا، در فضائل حضرت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، در فضائل حضرت صدیقه طاهر صلوات الله علیها، وقتی این گونه افراد را میبینیم قدری ما به ذهنمون میآید که اینها اهل نجات، انشاءالله که اهل نجات باشند، ما بخیل نیستیم، عنایت مولاست و صاحب اختیار خود مولاست، هر چه خواهد میکند با هر که خواهد، این درش حرفی نیست، مناقشه ای هم نیست. ولی برای این که ما کسی را بپذیریم در خیر و صلاح، برای این که ما کسی را قبول کنیم که او آدم خوبی است، تفکر خوبی داشته است، باید یک نکته را بسیار بسیار دقت کنیم. تنها تولا، تنها محبت کافی نیست برای صلاح، برای عرضم به خدمت شما ایمان، بلکه براءت امر بسیار بسیار مهمی است در این امر. یعنی اگر کسی که مدح حضرات اهل بیت را میگوید مدعی محبت حضرات اهل بیت است، او را باید در براءت محک کنیم. آیا از دشمنان حضرات اهل بیت هم براءت میجوید یا نمیجوید؟ خداوند علی اعلی در این مطلب در قرآنش بسیار بسیار اشاراتی داده است و آیاتی بیان شده است، مثل این آیه‌ای که خداوند تبارک و تعالی در سینه هیچ کسی دو قلب قرار نداده، تعبیر قرآن است، دو قلب قرار نداده است، چرا که این محبت شخصی و دشمن آن شخص را جمع نمیتوان کردن در یک قلب، هر کسی یک قلب دارد، اگر آن قلب نور دارد دیگر ظلمت نمیتواند داشته باشد. این را میگویم برای آن دسته از کسانی که اعتقاداتی دارند
که پناه بر خدا میبریم. مثلا این که عشره مبشره دارن و گمان میکنن همه اینها اهل بهشتن، و حال اینکه در عشره اینها با همدیگه جنگ و نزاع داشتن. امیر عوالم علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه با طلحه و زبیر جنگ داشتن و اون مسائلی که میدانید. الان در صدد اطلاق نفی این حدیث نیستیم و در برنامه های دیگه دیدید و ردش ثابته. به هر عنوان میگم محبت، محبت شخصی و محبت دشمن آن شخص در یک قلب جا نمیشه. اگر دیدید کسی در طول تاریخ از کسانی که صاحب قلم بودن مدح حضرات اهل بیت را گفتن، باید بیابیم که آنها براءت هم داشتن یا نه. اگر براءت را هم داشتن، پس این ظاهر الصلاح بودن کفایت میکند برای ما. پس وقتی ما میگوییم شخصی سنی مذهب است و از فضائل مولا گفته است، این دلیل بر این نمیشد که او ظاهر الصلاح است، دلیل بر این نمیشد که او خیر است، مگر اینکه در براءت خودش را نشان داده باشد. وقتی براءت هم نشان که ایمان کامل است. پس دقت لازم را داشته باشین. دیگران هم در این مطلب سخن گفتن، بزرگان خیلی اشاره کردن، اشعاری هم سرودن. ماده خورشید مداح خود است که دو چشمم سالم و نامرمد است. از این گونه بحث ها در کتب بسیار آمده است. کسی که مدح خورشید میکند، دلش برای خورشید نسوخته، دلش برای خورشید تنگ نیست، محبت به خورشید ندارد، میخواهد بگوید چشم من هم سالم است و من هم دیدم. یعنی اگر دقت کنی فضیلت خودش رو داره بیان میکنه، نه فضیلت خورشید را، چون فضل خورشید بر کسی پوشیده نیست. نکته مهمی عرض کردم، اگر دقت ویژه داشته باشید، فضل خورشید در کسی پوشیده نیست. اگر کسی تعریف از آفتاب میکند، قصدش آن است که چشم من سالم است. در بطن آن بیانی که دارد، فضل خودش را داره مطرح میکنه، نه فضل خورشید را. و این نکته را باید بسیار دقت کنیم در متون و کتابهایی که دست ما میرسد. الان با این مقدمه که عرض کردم نکات را ببینید. الفضل ما شهدت به الاعداء، فضیلت آن است که دشمن هم به آن اشاره میکند. من میگویم، این من میگویم یعنی مؤلف محترم مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه. اینجا خوش دارم گفته ابن ابل حدید را در شرح نهج البلاغه که سرفرازان از ستم کش و خاری را یاد کرده نقل کنم. میخوام نقلی از ابن ابل حدید داشته باشم، همون مطالبی که گفتیم دقت کنیم. گفته آقای سرفرازانی که درس حمیت، حمیت یعنی گرمی، اشاره به غیرت است، کلمه مترادف با غیرت است، اهل غیرت، همیت و مرگ، مرگ با شرافت زیر شمشیر را به مردم آموخت و آن را به هستی برگزید. اشاره به همان جمله‌ای که از سیدالشهدا عرض کردیم در آن خطبه، حضرت سیدالشهدا مطلب را کشاندن به اونجا که الا ان الدعی و ابن الدعی را کذبین السله و الذله و هیهات من الذله. آن جمله سیدالشهدا که همگان آن را شنیدند و همگان به هر طبعی، به هر ملتی، به هر فرهنگی، به هر ثقافه‌ای آن را میپذیرند، این جمله آقا سیدالشهدا است که هیهات من الذله. به هر کسی که بگویی میگوید، جمله بسیار زیبایی است، عمل با آن بسیار عمل خوبی است، کسی زیر بار ذلت نرود، عزت خودش را حفظ کند، زندگی کردن با ذلت را رها کند، بلکه مرگ با شرافت را بپذیرد. ابن ابل حدید هم به همین اشاره کرده است. ابو عبدالله حسین ابن علی ابن ابی طالب بود که پیشنهاد امان به خودش و یارانش شد و از خاری سرفرازی کرد، یعنی زیر بار ظلم نرفت سیدالشهدا، خاری را نپذیرفت ابی عبدالله روح الله الفدا. سپس این قسمت از خطبه او که حلا ان الدعی ابن الدعی، این جمله را آورده تا آخر نقل کرده است و گفته است از ابو زید یحیی ابن زید علوی نقیب بصره شنیدم میگفت اشعاری که ابی تمام برای محمد ابن حمید طائی سروده همانا شایسته حسین ابن علی. بعدم استدلال میکنه، اشعار را میآورد راجع به آقا سیدالشهدا مدح و منقبت میکند، آقا ابی عبدالله روحی له الفدا را. دقت کنید، ماده خورشید مداح خود است، این میخواد خودش رو معرفی کنه، دلش برای فضائل حضرات اهل بیت نسوخته است. حالا بعضی حرف دارن، بعضی میگوین این فضیلت گفتنها،
این حق گویه ها باعث نجات او شد، در آخر عمرش توبه کرد، تشیع را پذیرفت، دیگران را هم گفتن، در آخر عمر توبه کردن آن چیزیست بین خود او و خدا. ما ایم و مطالبی که از اینان مانده است. نسبت به مطالب باید مواضع خودمون را مشخص کنیم. فعلا آن چیزی که مشهور است و اقوالی که از او هست قبل از آن است که هدایت شده یا هدایت نشده. چون قبل از آن است ما در آن چیزی که موجود است تکلیف داریم. در بعدش چه شد به ما رفتی ندارد، خدا میداند. و آنها سفت ابن جوزی نقل دیگر شعر آورست، البته ترجمه شعر را به نظم در آورده مرحوم مترجم محترم مرحوم کمره‌ای، و اگر که ذوق شعری دارید میتونید مراجعه کنید، اشعار را به مرگ به آسانی از او درگذرد. سبت ابن جوزی گوید جدم در کتاب تفسره گفته حسین علیه السلام به کوفه آمد چون دید شریعت اسلام کهنه شده. سید الشهدا وقتی دیدن شریعت اسلام کهنه، این کهنه به معنای از بین رفته است، نه به معنای ماندگاری، کهنه شده، از بین بردن، و در تلاش بود قوانین اساسی آن را برپا دارد. ابی عبدالله سلام الله صلواته علیه بنای این را داشتند که اساس دین را دوباره بسازند. دقت کنید این مطلب را، سید الشهدا روحی الله الفدا 10 سال قبل از واقعه عاشورا چه خطبه هایی خواندند، چه مطالبی را فرمودند. در منا وقت حجاج جمع می شدند چه خطبه های سید الشهدا روحی الله الفدا می خواند. همیشه داده بر این داشت ابی عبدالله که اسلام دارد از بین می رود به دست بنی امیه. تا دوران معاویه لعنت الله علیه خب اوضاع بسیار سخت بود، چون معاویه ظاهر را نگه داشته بود، نماز جمعه میخواند، عرضم به خدمت شما خود را مفسر قرآن به دروغ، چون از قرآن چیزی نمیدانست، خود را مفسر قرآن معرفی کرده بود و حرفهایی که برای بود. وقتی که معاویه به درک واصل شد الى جهنم و به اسل مصیر، یزید متخلف او شد، جای او را نشست. عرب ها مثالی دارن، حال ترجمه نمی کنم، خلف الملعون کلب انگس من اباه، این جمله را میگن. این اتفاق افتاد، بدتر از پدرش بر مسند نشست. سید الشهدا دیگه ظاهر فساد یزید را شروع کردن برای مردم گفتن، و انشالله میرسیم بهش، میان برنامه رو ببین. خالی دامنی پر از گناه آورده ام، از همه جا رانده و اینجا پناه آورده ام. تو علی مسرزایی، تو غریب الغربایی، تو علی مسرزایی، تو معین الضعفایی. رضا جان رضا، رضا جان رضا، رضا جانم رضا جان، رضا جان رضا، رضا جان رضا، رضا جانم رضا جان. یا امام رضا یه بند دیگه و التماس دعا. آقا جان در حریمت جز دله بش یزد را تأثیر و نو، در حریمت جز دله بش یزد را تأثیر و نو، من دله بش یزد را با سوز آوردم. تو علی مسرزایی، تو غریب الغربایی، تو علی مسرزایی، تو معین الضعفایی. همه با هم رضا جان رضا، رضا جان رضا، رضا جانم رضا جان،
رضا جان رضا رضا جان رضا رضا جانم. صلی الله علیک مولای یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا. اگر دل هاتون رفت پشت پنجره فولاد علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه آلاف و تحیت و ثنا، ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. حقیقتا رفقایی که اینجا مشرفن خدمت سید الشهدا، دلتنگ حرم امام رضا، همه رفقا این چنین است. ان شاءالله کسانی که مشهد مشرف حسن نائب زیاره ما باشن، ما هم ان شاءالله نائب زیاره همه شما کربلای آقا سید الشهدا هستیم. امید ما این است که راه به گونه ای باز شود که ان شاءالله رفت و آمد بین حرم امام رضا و حرم آقا سید الشهدا بسیار بسیار سهل و آسان شود. این گونه می شود، بالاخره این گونه خواهد شد. خوش به حال کسی که در این راه زودتر قدم بگذارد و اسبابش را فراهم کنه. کسانی که دستشون میرسه میتونن کاری بکنن، انشالله که سید الشهدا روح الله الفدا به دلشون میندازه که راه رو باز کنن انشالله. عرضم به خدمت شما داشتیم در این صحبت میکردیم که گاهی فضل، گاهی فضیلت، گاهی انقدر فضیلت بزرگ است که حتی دشمن هم به آن اقرار میکند، نمیتواند آن را انکار کند، نمیتواند. شما حتی کسانی که مخالف امیرالمؤمنین روح الله الفدا هستند، کسانی که مقابل امیر عوالم علی ابن ابی طالب ایستادن، حتی کسانی که شمشیر مقابل حضرتش کشیدن در طول تاریخ، این که عرض میکنم شمشیر کشیدن، بعضی از حکایاتی در کتب ما نقل شده است که حاکی از این مسئله است که صفین هنوز ادامه دارد. نکته زیبایی ها، حالا جایگاه شخص در صفین غرض است، نه اینکه جنگ صفین به همون خودی خودش، جایگاه شخص در لشکر معاویه یا لشکر امیر عوالم علی ابن ابی طالب روح الله الفدا، صفحه روزگار چنین است. انسان باید جایگاه خودش را بیابد. در لشکر یزید است یا جز اصحاب آقا سید الشهدا روح الله الفدا هستش. همیشه تاریخ این گونه بوده است. خدا هم این گونه عباد خودش را امتحان کرده است. خوش به حال کسانی که سرفراز از این امتحان بیرون می آیند. خب حتی کسانی که مقابل امیرالمؤمنین دشمنی میکنن، شمشیر کشیدن، که حالا روزی شمشیر از نیام بیرون میکشیدن، الان قلم از جوهر بیرون میکشن، جوهر از قلم بیرون میکشن، بر صفحات کتابها و دفاترشون دشمنی میکنن، یا این فضای مجازی که داریم میبینیم دشمنی هاشون رو با امیرالمؤمنین، اینها هم اقرار به عدالت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه داشتن، نمیتوانستن منکر شوند، نمیتوانند منکر شوند. فضیلت امیرالمومنین را نمیتوانند. ماده خورشید مداح خود است. سید الشهدا روح الله الفدا هم همین گونه است. فضیلت آقا سید الشهدا را نمیتوانند منکر شوند. از بس که عالم را گرفته است و همگان میدانند، همگان میدانند فضیلت آقا سید الشهدا را، نمیتوانند منکر شوند. یکی از اینها هم سبط ابن جوزی است که این را اشاره کرد. وقتی سید الشهدا روح الله الفدا، روح الله الفدا از من ها این همچین معرفتی نداشته که این گونه صحبت کنه. عرضم به خدمت شما دید اسلام کهنه شده است. ابی عبدالله اساس دین، و عرض کردیم که سید الشهدا روح الله الفدا این 10 ساله را همان گونه که نکته خیلی زیباییه، امام مجتبی روح الله الفدا یک صلح داشتن، صلح تحمیلی ها، صلح تحمیلی آتش بس داشت امام حضرت، که آن را تحمیل کردن به حضرتش، و 10 سال جنگ. سید الشهدا 10 سال سخن گفتن، عرضم به خدمت شما مردم را متنبه کردن، و در آخر جنگ، یعنی هر دو بزرگوار در هم نبرد بودند و هم قاما او قعدا، هر دو هم قیام داشتن و هر دو هم قعود داشتن. نکته زیباییه، حواسون باشه. او میگوید سبط ابن جوزی، وقتی که قوانین اساسی آن را برپا دارد، سید الشهدا چون او را محاصره کردن گفتند تسلیم حکم ابن زیاد شو. گفت نشوم، ابن زیاد کسی نیست که من تسلیم حکم او شوم. و قتل را بر ذل و خاری برگزید. سید الشهدا کشته شدن را برگزید ولی خود را خار نکرد. همه نفوس ابیه چنانند و جدم سروده. بعد شعر جدش رو میاره و
ترجمه به شعر فارسی شده است اگر مطالعه کنید. گویم من هم در اینجا اشعاری از مداح اهل بیت مرحوم سید حیدر که در ضمن نوحه حسین مظلوم علیه السلام به نظم آورده می سرایم. شعر دیگری هم مؤلف میارد: نگذاش که خاری رسدش زان لشگر، که اگر علاقه دارید اشعارش را مطالعه کنید. برگشتیم به دنباله سخنرانی امام علیه السلام. این مطالبی که عرض کردیم، اون هفت نکته‌ای که مرحوم کمره‌ای مترجم کتاب اشاره کرد که از خطبه آقا سیدالشهدا این هفت گزینه برداشت میشه، این هفت پیام در خطبه سیدالشهدا نهفته است و عرض کردیم کسی دقت و تدبر بیشتری داشته میتواند نکات بیشتری استخراج کند، میتواند برداشت‌های جدیدتری، و خاصیت علم چنین است، روز به روز علم پروریده میشود. علم چنین است، روز به روز رشد میکند و همگان میتوانند. لذا بزرگان قدما بعضی از روایات را اینو تحذیر میدم، مراقب باش میگویم، برای خیل بعضی از روایات را بزرگان قدمای ما درکی از آن نداشتند. یعنی مثلا اخبار غیبیه بوده است، نکاتی را اشاره کرده است امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که در آن زمان فهم این مطلب سخت بوده، آن را رد نکردن، گذاشتن برای آیندگان. الان علما آمدن، بله، اشاره امیرالمومنین به این اتفاقی است که الان در روزگار افتاده، یعنی پیشرفت هایی که وجود دارد، تکنولوژی امیرالمومنان اشاره به این داشته است که آهنی در هوا میپرد. خب قدیمی ها این را نمیتونستن حس کنن، گذاشتن برای آینده. ما هم باید چنین کنیم. اگر روایتی از روایات حضرات اهل بیت را میبینیم و درک و هضم آن برای ما دشوار است، در پی انکار بر نیاییم، بگذاریم لها رجالون، مردان این روایت میآیند یا هستند، ما از آنها غافلیم. و گفتیم نکات را میشود بیشتر کرد، میشود بیشتر تدبر کرد، میشود تعمق بیشتری کرد. و وسط خطبه سیدالشهدا در ترجمه این حرفا را زد. برمیگردیم به خطبه آقا سیدالشهدا روح الارفه. وقتی رشته سخن حضرت به اینجا رسید، اشعاری از فروت ابن مسیح یا مسیک المرادی که شاند و سرو سیدالشهدا استدلال کردند، شاهد مطلب آوردند از شعر یکی از شعرایی که در عصر خودشان بود و آنها را هم مترجم به نظم فارسی ترجمه کرده. سپس به حق خدا سیدالشهدا روح الفدا فرمود علیه افضل الصلاة و السلام: به حق خدا بعد از من نمانید، بعد از این که خون مرا ریختید، مرا به قتل رساندین، ماندگاری در دنیا ندارید آنقدر که گمان میکنید. نمانید جز اندازه سوار شدن بر اسبی. سوار شدن بر اسب مثالی است که اشاره به مدت کوتاه دارد. سوار، فارس، کسی که اسب سوار است خیلی سریع سوار بر مرکب میشد، خیلی سریع. سیدالشهدا به همین اشاره میکنن، یعنی تمثیل میزنن، همان گونه ای که فارس از سواری میخواهد سوار بر مرکب شود چگونه سریع میجهد، همان اندازه مکس دارید در دنیا. امروز میگن یک چشم به هم زدن، این کنایه از همین حرف است، یک چشم به هم زدن بیشتر بعد از من نمیمانید، تا سنگ آسیای بلا بر شما بچرخد. بعد از اون زیر سنگ آسیای بلا خورد میشید، همتون له میشید. بلایی که مکافات عمل خودتونه. بلا چند دست است، عرض کردیم قبلا، اشاراتی هم شده، مفصل هم هست. کسی میخواهد تدقق بیشتر داشته، تحقق بیشتری پیدا کنه مطلب براش، بیشتر پیدا کنه مطلب را، طور که ذهنم هست اکلیل المصائب مجتهدتون کابونی اشاره کرد و انواع بلا رو شمرده، میتونه اونجا مراجعه کنه که این بلا چه نوع بلایی هستش. آسیای بلا بر شما بچرخد و چون دندان تبر در تنگنا در افتید. تبر رو دقت کردید وقتی هیزم میشکنن چگونه بین هیزم گیر میکنه و در تنگنا میمونه. حضرت سیدالشهدا به آن اشاره کردن. اصلا کلام امام است، کلام الملوک، ملوک الکلام، اصلا امیر کلام است کلام سیدالشهدا. چقدر زیبا، آن هم در آن میدان، در آن بهبوه، برای کسانی که ایستادن مقابل حضرت، چه زیبا سخن میگه. مانند تبر که در هیزم گیر میکنه، دندانه تبر، همان گونه در تنگنا قرار میگیری، یعنی راه پس و پیش
نخواهید داشت، چنین خواهد شد برای شما. و اینها اتفاق افتاد، قیام مختار و بعد از آن اتفاقاتی که برای اهل کوفه افتاد. بله، این سفارش را پدرم از جدم به من سپرده، پدرم امیرالمؤمنین از جدم رسول خدا اینها را برای من گفته است. کار خود و همکاران دیگر را خود فراهم سازید، کاری که برای شما غم‌آور نباشد. خودتون الان کاری کنید که فردا غم براتون نیاد، پشیمونی در کارتون نباشه. ببینید، ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. بعضی از اتفاقاتی که می افتد، بعضی از بلاهایی که بر سر حتی ملت و جامعه میاد، عواقب کارهایی که خودشون کردن، عواقب کار وقتی که یه سنگی رو به آسمان پرتاب کنی، خب برمیگردد به سر و صورت خودت. این که قاعده است، کسی را متهم نباید کرد که چرا این گونه شد بعضی از امور. خود کرده را تدبیر نیست، خودت کرده ای چوبش را خواهی خورد. و این دنیا هم که دار مکافات است، این دنیا هم دار مکافات است. سید الشهدا روح الله الفدا می‌فرماید کاری بکنید، کاری انجام بدید که فردا غم و اندوه اون کار را نداشته باشید که چرا چنین کردیم. سپس درباره من قضاوت کنید. بشینید، حرفایی که زدم را دقت کنید، بعد از اون راجع به من قضاوت کنید. و مرا مهلت ندید. اگر حق با من نبود، مهلت به من ندید. اگر مطالبی که گفتم درست نبود، مهلت به من ندید. و حال اینکه حق با منه، باید به من مهلت دهید. بعد اشاره کردن، آیه قرآن خوندن، بر خدا توکل کنم، پروردگار خودم و پروردگار شما، هیچ جنبنده ای نیست جز آن که مهارش. الله اکبر از این آیه و استدلال این آیه در کربلا، که اگه بخوام واو به واو کلمه به کلمش رو صحبت کنم، ساعتها باید صحبت کنم. هیچ جنبنده ای نیست جز آن که مهارش به دست اوست، به راستی پروردگارم بر روش درستی. از ان الله علی صراط مستقیم. بار خدایا باران آسمان ها را واگیر از اینا. باشد که کلام سید الشهدا را و اینکه بعد از احتجاجاتی که کردن شروع کردن به دعا علیه اینها نفرین کردن را در جلسه بعدی خدمت همه شما عرض کنم. و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و زمان. مریض ها رو فراموش نکنید. هر روز ازتون خواستم خدا خیرتون بده. به همین تعداد مراتی که بنده اشاره میکنم، به همین اندازه پیام و عرضم به خدمت شما، درخواست داریم برای شفای مرضا. حمد شفا بخونید، رفع این بلا از سر همه شیعیان، باز شدن راه کربلا انشالله. همه شما زائر باشید حرم سید الشهدا رو از نزدیک انشاءالله. روز چهارشنبه است، هر جای عالم که هستید هدیه محضر سلطان سریر ارتضا ابوالحسن رضا صلوات ختم کنید. یا علی، خدا نگهدار. زمین کربلا تازین شکست، جوانان یک به یک بردی ز دست، زمین کربلا فصل بهار است، زخون نوجوانان لاله زار است. زمین کربلا باهی لبازی، عجب کردی و تو مهمان نوازی. زمین کربلا باه لبازی، عجب کردی و تو مهمان نوازی.